بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. 40 در مدرسه اسلامی ویرجینیا. پاپ فرانسیس وارد اندونزی، پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان شد. و تداوم اعتراض‌ها در اسرائیل. سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره اعدام گروگان‌های اسرائیلی شد. وقت شما بخیر. همزمان با مراسم بزرگداشت 40 حسینی در عراق و سایر کشورها، دانش آموزان مدرسه اسلامی در ویرجینیای آمریکا نیز اقدام به برگزاری مراسم و اقامه عزای سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام نمودند. برگزار کنندگان این مراسم هدف از این اقدام را انتقال فرهنگ عزاداری شیعیان و چگونگی آن و آداب و رسوم مربوط به آن دانستند و امیدوارند تا به این شیوه بتوانند دانش آموزان شیعه‌ای که در آمریکا زندگی می کنند را با یاد و اهداف امام حسین علیه السلام آشنا و مأنوس کنند. گفتنی است در این مراسم از اولیای دانش آموزان که از ملیت‌های مختلف می باشند درخواست می شود تا موکبی راه اندازی کنند و سایر دانش آموزان را با فرهنگ عزاداری و 40 در کشور خودشان آشنا نمایند. خانم هورا زاکری، مدیر مدرسه اسلامی ویرجینیا، پیرامون این گزارش با ما همراه هستند. خانم زاکری سلام و عرض ادب. خانم زاکری صدای منو دریافت میکنید؟ بله، سلام علیکم. سلام خدمت شما و عرض ادب. خانم زاکری لطفاً در رابطه با فعالیت‌های مدرسه اسلامی ویرجینیا به ویژه در ایام 40 برای بینندگان محترم توضیح بفرمایید. خانم زاکری صدای منو دریافت میکنید؟ الو، من صدای شما رو دریافت میکنم. شما صدای منو دارید؟ خانم زاکری صدای منو دریافت میکنید؟ سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و بینندگان محترمتون. ما در مدرسه امام علی علیه السلام مفتخر هستیم که برنامه‌ای رو به نام 40 در سراسر دنیا اجرا کنیم. یک چند سالی هستش که در ایام 40 تونستیم که این برنامه رو برای دانش آموزان خودمون داشته باشیم. مخاطبان ما در این برنامه کودکان و دانش آموزانی هستن که در کشور آمریکا به دنیا اومدن و بزرگ میشن، اما این بچه ها از خانواده های دیگه از سراسر کشورهای دنیا به آمریکا مهاجرت کردن، لذا از فرهنگ های مختلفی هستن، اما زبان اصلی این بچه ها زبان انگلیسی هستش و به اندازه بچه هایی که در کشورهای اسلامی و در کشورهای دیگه زندگی می کنن موقعیت این رو ندارن که با فرهنگ اهل بیت علیهم السلام آشنا بشن. لذا هدف ما این هستش که به وسیله برنامه 40 در سراسر دنیا شمه ای از آنچه که در کشور عراق و در ایام 40 و در ایام پیاده روی 40 اتفاق میفته رو برای این بچه ها به نمایش بذاریم. در این برنامه ما از
کشور از نماینده های کشورهای مختلف، از خانواده هایی که شیعه هستن اما از کشورهای مختلفی به آمریکا مهاجرت کردن، دعوت میکنیم تا به برپا کردن موکب هایی در مدرسه ما بپردازن. یعنی در روز اربعین این خانواده ها موکب هایی رو برقرار میکنن در مدرسه ما و به نمایندگی از شیعیان کشور خودشون آنچه که شیعیان در کشورهای مادری این بچه ها و به آن نحوی که شیعیان در این کشورها به عزاداری امام حسین علیه السلام میپردازن رو معرفی میکنن برای این کشور بچه هایی که در کشور غربی بزرگ میشن. توی این مواکب ما از غذاهای سنتی کشورهای مختلف استفاده میکنیم. هر نماینده هر کشوری غذای سنتی خودش رو که در عزاداری امام حسین علیه السلام استفاده میشه و سرو میشه رو به بچه ها سرو میکنن. همچنین از سیاه کوبی های مختلفی که کشورهای مختلف از اونها استفاده میکنن برای تجدید و عزاداری امام حسین علیه السلام، از این سیاه کوبی ها ما استفاده میکنیم. بازدید کنندگان این موکب ها وقتی که میرن و از این موکب ها دیدن میکنن با فرهنگ شیعه در کشورهای مختلف آشنا میشن و این نشان دهنده این هستش که شیعیان محدود به زبان خاصی نیستن، محدود به کشور خاصی نیستن، بلکه محبت اهل بیت علیه السلام کاملا جهانی هستش. هدفی که ما از این برنامه داریم، یک این هستش که بتونیم تنوع شیعیان جهان رو به نمایش بذاریم، دوم نسل آینده خودمون رو در که در کشورهای غیر اسلامی رشد میکنن رو با شیعیان اقصانقاط دنیا آشنا بکنیم، و سوم ما از این برنامه استفاده میکنیم تا ارتباط این بچه ها رو با امام زمان علیه السلام تقویت کنیم. یعنی با به نمایش گذاشتن روحیه اخوت، با به نمایش گذاشتن روحیه مهربانی در ایام اربعین، ما به بچه‌ها یادآوری می‌کنیم که انشاءالله ما امیدوار هستیم که در زمان حکومت امام زمان علیه السلام ما با این روحیه اخوت بیشتر آشنا بشیم. و بعد از اینکه خانواده‌ها از موکب‌های مختلف دیدن کردن و با فرهنگ مذهبی کشورهای مختلف آشنا شدن، در آخر با خواندن زیارت اربعین آقا امام حسین علیه السلام تجدید عهد می‌کنیم با امام زمانمون و با امام حسین علیه السلام، الله که ما نماینده اهل بیت باشیم در کشورهای غیر اسلامی و فرهنگ امام حسین علیه السلام رو بتونیم گسترش بدیم انشاءالله. ممنونم. با تشکر از خانم هورا زکری، مدیر مدرسه اسلامی ویرجینیا، که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان ملل روز گذشته اعلام کرد دستگیری و اتهام پاول دوروف، بنیانگذار تلگرام، پرونده پیچیده ای است که نگرانی های زیادی درباره حقوق بشر ایجاد می کند. رئیس روسیه الاصل این پیامرسان محبوب در 24 آگوست در فرودگاه لوبورژه در خارج از پاریس بازداشت شد و سپس به چندین تخلف مرتبط با این پیامرسان متهم شد. فولکر تروک، رئیس حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به تبلیغ سخنان نفرت انگیز و اطلاعات نادرست هشدار داد و بر لزوم حفاظت از حریم خصوصی کاربران تاکید کرد. گارد ساحلی فرانسه اعلام کرد بر اثر واژگون شدن قایق حامل مهاجران در کانال مانش، دست کم 12 نفر جان خود را از دست داده و حدود 50 نفر دیگر از سرنشینان این قایق کوچک نجات یافتند. وزیر کشور فرانسه گفت این حادثه حوالی ساعت 8 بامداد روز سه‌شنبه 13 شهریور روی داده است. ژرال دارمنن، وزیر کشور فرانسه، افزود عملیات تجسس و نجات سرنشینان این قایق هنوز ادامه دارد و تحقیقات اولیه حاکی است که 2 نفر مفقود و عده‌ای نیز مجروح شدند. وی به دلیل اهمیت این حادثه شخصاً به شهر بندری بولون‌سور-مر در شمال غربی فرانسه خواهد رفت.
محققان استرالیایی قصد دارند نسل جدیدی از پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر را وارد عرصه تولید کنند که 100% قابل تجزیه است و محیط زیست را آلوده نمی کند. گفتنی است نسل پیشین پلاستیک‌های زیست تخریب پذیر سلب تجزیه پلاستیک‌ها به میکروپلاستیک می‌شد که همچنان خطر آلودگی اقیانوس‌ها، هوا و محیط زیست در اثر انتشار این میکروپلاستیک‌ها وجود داشت، ولی اکنون با این کشف جدید محققان استرالیایی امیدوارند تا پلاستیک‌ها 100% کمپوست تجزیه شوند و به طبیعت بازگردند. کارشناسان تخمین می‌زنند که بیش از 170 تریلیون قطعه پلاستیک در اقیانوس‌های جهان شناور است و نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد تأثیر میکروپلاستیک‌ها بر سلامت و محیط زیست وجود دارد. منطقه سیسیل ایتالیا از کشف مجموعه کمیاب 27 سکه نقره‌ای رومی مربوط به سالهای 94 تا 74 قبل از میلاد در جزیره دورافتاده پانتریا خبر داد. این کشف طی یک پروژه پاکسازی و مرمت توسط تیمی به سرپرستی باستانشناس توماس شفر از دانشگاه توبینگن آلمان انجام شد. در آکروپولیس، بخشی از پارک باستانشناسی غار سلینوت دیکوزا، بخشی از یکی از بزرگترین مکانهای اینچنینی در دریای مدیترانه یافت شد و شامل بقایای یک مستعمره یونان باستان است که در قرن هفتم قبل از میلاد تأسیس شد. محققان جزئیات جدیدی در مورد ارتباط جذاب بین تناسب اندام، قلب عروقی و سلامت مغز فاش کردند. بر اساس این تحقیقات، حفظ تناسب اندام در حفظ یک پارچگی ماده سفید مغز نقش دارد. در این تحقیقات، دانشمندان 125 شرکت کننده 22 تا 94 ساله را انتخاب کردند و آمادگی قلب عروقی آنها را مورد توجه و بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که ورزش و آمادگی جسمانی نقش بسزایی در سلامت بخش سفید مغز که متشکل از سیستم عصبی مرکزی است و آسیب به آن سلب بیماری هایی از جمله آلزایمر و پارکینسون می شود دارد. پاپ فرانسیس در طولانی ترین سفر در دوران رهبری خود بر کلیسای کاتولیک وارد اندونزی شد. وی در این سفر بر رواداری بین ادیان، به ویژه در اندونزی که پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است، تاکید خواهد کرد. توجه شما را به گزارش همکارم در این زمینه جلب می کنم. پاپ فرانسیس در آغاز سفرش به چهارمین کشور آسیایی و اقیانوسیه روز سه‌شنبه 13 شهریور وارد اندونزی پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان شد. هواپیمای پاپ فرانسیس نزدیک ظهر به وقت محلی در فرودگاه بین المللی جاکارتا به زمین نشست. او با صندلی چرخدار از هواپیما خارج شد و توسط وزیر امور دینی اندونزی مورد استقبال قرار گرفت و سپس برای استراحت به سفارت واتیکان در اندونزی منتقل شد. جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزی نیز ضمن استقبال از پاپ فرانسیس در بیانیه اعلام کرد اندونزی و واتیکان تعهد یکسانی برای تقویت صلح و برادری و همچنین تضمین رفاه بشریت دارند. پاپ فرانسیس با انتخاب این کشور دنبال نخستین مقصد سفرش قصد دارد علاوه بر دیدار با کاتولیک های اندونزی از سنت مدارا و همزیستی مسالمت آمیز پیروان ادیان مختلف در این کشور هم تجلیل کند. پاپ فرانسیس در طول این سفر 12 روزه نزدیک به 33 هزار کیلومتر سفر خواهد کرد و در بیش از 40 رویداد حضور خواهد یافت. رهبر کاتولیک های جهان با گروهی از پناهجویان، آوارگان و بیماران نیز دیدار کرد. پاپ علاوه بر ملاقات با چهره های سیاسی، با مقام های کلیساها
و رهبران جامعه 8 میلیون نفری کاتولیکای اندونزی هم دیدار خواهد داشت. توجه به محیط زیست و شرایط اقلیمی، تلاش برای کاستن از منازعات و توسعه اقتصادی مبتنی بر اخلاق به عنوان سرفصل‌های اصلی سفر رهبر کاتولیک‌های جهان اعلام شدند و موضوعاتی است که در سخنرانی روز چهارشنبه او در جمع مقام‌های رسمی اندونزی هم مورد تاکید قرار گرفت. مهمترین بخش سفر پاپ فرانسیس به اندونزی در روز پنجشنبه با حضور در مسجد استقلال خواهد بود. در این برنامه تعامل ادیان با حضور نمایندگان 6 مذهب رسمی اندونزی شامل اسلام، مسیحیت، کاتولیک، مسیحیت پروتستان، بودایی، هندو و کنفوسیوسی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مسجد استقلال بزرگترین مسجد جنوب شرقی آسیا است و در ضلعی از یک میدان و درست روبروی کلیسای جامع جاکارتا واقع شده و از طریق یک تونل زیرزمینی به نام تونل دوستی هم به آن متصل است. قرار است پاپ فرانسیس به همراه نصرالدین عمر امام جماعت این مسجد و در آستانه امضای یک بیانیه مشترک از این تونل دیدار کند. فاصله اندک این مسجد و کلیسای جامع اتفاقی نبوده، بلکه آمدانه و به عنوان نشانه ای از مدارا و آزادی مذهبی مورد تاکید در قانون اساسی اندونزی اینگونه طراحی شده است. پاپ فرانسیس سفر خود به اندونزی را روز پنجشنبه با برگزاری یک مراسم عبادی در استادیومی در جاکارتا به پایان خواهد رساند که انتظار می رود بیش از 80,000 مسیحی در آن شرکت کنند. از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از شهر مشهد مقدس پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. جناب جمشیدی خراسانی سلام، وقت شما بخیر. بنده هم خدمت شما و بیننده های محترم شما عرض سلام دارم. جناب جمشیدی خراسانی، با توجه به سفر پاپ به پرجمعیت ترین کشورهای اسلامی، لطفاً در رابطه با ضرورت گفتگو میان ادیان و مذاهب و زندگی مسالمت آمیز در عصر حاضر توضیح بفرمایید. خواهش میکنم. حرکتیشون حرکت بسیار خوب و پسندیده هست. ای کاش که بزرگان دینی اسلامی هم اینطور حرکتی رو داشته باشن که بعضا هم دارن. عنایت بفرمایید، ما اگر که بخوام بحث گفتگوی بین ادیان رو داشته باشیم، خب یک حوزه احکام هست که هر دینی احکام خاص خودش رو داره، و اگر هم بخوایم سراغ عقاید بریم، خب هر کدوم از ما هم عقاید خاص خودمون رو داریم. حتی مسلمان ها اختلافات عقیدتی خیلی زیادی با هم دیگه دارن. من فکر میکنم یک محوری هست که تمامی ادیان میتونن حول و حوش اون با هم دیگه گفتگو کنن و اونم اخلاقه. آیه قرآن هم فکر میکنم تأکید داره رو همین، قالت الیهود لیست النصارا علی شی و قالت النصارا لیست الیهود علی شی، یعنی این اونو رد میکنه، اون هم اینو رد میکنه. خداوند میگه این اختلافات رو بذارید کنار، ما بریم سراغ مشترکات خودمون، ببینیم چه چیزی ماها رو به همدیگه نزدیک میکنه. آنچه که ماها رو به همدیگه نزدیک میکنه اخلاقه. اگر ما سراغ مقوله های اخلاقی بریم، تو مقوله های اخلاقی نه تنها بین ادیان، حتی با دیگران هم میتونیم به تفاهم برسیم. لذا حرکتی که ایشون انجام داد حرکت بسیار خوبی هست، و من فکر میکنم اسلام هم با توجه به اینکه پیامبر ما رحمت للعالمین هست، این حرکت رو تاکید میکنه. اگر محور و مدار ما بر اخلاق باشه، اصلا انبیا برای همین آمدن که انسانها رو از اون حیثیت و حالت حیوانیشون در بیارن و اینها تبدیل بشن به انسانهای برتر، انسانهای متعالی. و اونی که ماها رو تعالی میبخشه، اونی که ماها رو بالا میبره و به ماها عظمت میبخشه اخلاقه. من فکر میکنم اگر بریم سراغ گفتگوی بین ادیان و این گفتگو و محور و اساسمون اخلاق باشه، خیلی از مسائل ما میتونه حل و فصل بشه. بله، ممنونم. با تشکر از حسن جمشیدی خراسانی، نویسنده، پژوهشگر دین، فعال و تحلیلگر سیاسی از مشهد مقدس که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. والکر تروک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، روز سه‌شنبه 13 شهریور خواستار تحقیقات مستقل
درباره گزارش هایی شد که ادعا شده شبه نظامیان حماس 6 گروگان اسرائیلی را اعدام کرده اند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه اعلام کرد ما از گزارش ها مبنی بر اینکه 6 گروگان اسرائیلی را اعدام کرده اند وحشت کرده ایم. این یک جنایت جنگی محسوب می شود. ولکر تروک خواستار تحقیقات مستقل، بی‌طرف و شفاف است و عاملان این اقدام باید پاسخگو باشند. روز یکشنبه بعد از اینکه اسرائیل اعلام کرد که اجساد 6 نفر از اسرای کشف شده، خشم عمومی علیه نتانیاهو تشدید شد. وزیر خارجه اسرائیل در پی کشته شدن این 6 گروگان اسرائیلی که زمان کوتاهی پیش از رسیدن ارتش این کشور به تونلی در رفح اعدام شدند، خواستار افزایش تحریم‌های جهانی علیه ایران و گروه حماس شد. در پی اعلام این خبر، اعتصابات و به دنبال آن تظاهرات گسترده شبانه در تل آویو و سایر شهرها آغاز شده که بزرگترین اعتراضات از زمان آغاز جنگ غزه محسوب می‌شود. والدین شماری از این گروگان‌ها و گروهی از معترضین بنیامین نتانیاهو را متهم کردند که در دستیابی به توافق اخلال کرده است. این معترضین گفتند که اصرار وی به لزوم ادامه استقرار ارتش اسرائیل در دالان فیلادلفی در جنوب نوار غزه با خاک مصر مانع از دستیابی به توافق است. صدها هزار اسرائیلی در روزهای گذشته در تل آویو و اورشلیم و سایر نقاط این کشور تجمع اعتراضی کرده و بر لزوم دستیابی به توافقی برای بازگرداندن زنده بقیه گروگان‌ها از غزه تاکید دارند. اما نخست وزیر اسرائیل دوشنبه شب در یک نشست خبری در توضیح دلایل خود در خصوص لزوم استقرار ارتش اسرائیل در کریدور فیلادلفی گفت محور شرارت به محور کریدور فیلادلفی نیاز دارد. اشاره او به محور شرارت ایران و گروه‌های مورد حمایت آن در منطقه است. بنیامین نتانیاهو گفت از این کریدور در طول سالها تسلیحات مورد نیاز حماس از بیرون به داخل غزه منتقل شده و در صورت خروج اسرائیل از این جاده 14 کیلومتری قاچاق تسلیحات از سر گرفته خواهد شد و اسرائیل برای ورود دوباره به آن با فشار عظیم سیاسی جهانی روبرو خواهد شد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. 40 در مدرسه اسلامی ویرجینیا. پاپ فرانسیس وارد اندونزی پر جمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان شد. و تداوم اعتراض‌ها در اسرائیل، سازمان ملل خواستار تحقیقات مستقل درباره اعدام گروگان‌های اسرائیلی شد. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.